اگه راست میگی ثابت کن میگن اثبات هر ادعا بر عهده مدعیه یعنی اگه کسی ادعایی داشته باشه باید شواهد و مدارکی هم برای درستی اون ارائه کنه مثلا اگه کسی بگه که ماه از جنس پنیره باید قطعه ای از ماه پنیری رو به ما نشون بده تا ما حرفشو باور کنیم یا اگر رئیس جمهوری کشوری ادعا کنه حاله نور و اطرافش گرفته و شواهد معتبری برای اثبات اون ارائه نکنه ادعاش بیمعناست این روش معمولا برای مقابله با ادعاهای دور از ذهن و عجیب و غریبه اما در بحث‌های دیگه هم ممکنه به سادگی دچار این مغلطه شیم مثلا اگه کسی بگه رو سرش 5 میلیون و مو وجود داره در جواب این سوال که این عدد رو از کجا آورده بگه اگه باور نداری خودت بیا بشمر قطعا مرتکب مغلطه شده این مغلطه انتقال بار اثبات نام داره یعنی مسئولیت اثبات ادعا رو گردن طرف مقابل انداختن. نوع رایج دیگه ای از مقلت ادعای جهله. یعنی برای رد یه ادعا بگیم تا به حال چنین چیزی رو نشنیدم یا موردی از اون پیدا نشده. مثال معروف اون در ایران شاید پاسخ محمود احمدی نژاد به سوالی در مورد حقوق همجنسگراها باشه که گفت در ایران همجنسگرا وجود نداره. این روش که موضوع مورد بحث وجود خارجی نداره پاک کردن کامل صورت مسئله است. در کتاب های منطق این مغلطه رو توسل به نادانی می نامن. مثلا اگر مسئول روابط عمومی اداره حمل و نقل ادعا کنه که ما بهترین سرویس رو ارائه میدیم چون تا به حال هیچ شکایتی نداشتیم حتی اگه صادقانه این حرف رو زده باشه بازم مرتکب مغلطه ی توسل به نادانی شده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی مرتکب این مغلطه شده بود وقتی که گفت هر کس جرمی مرتکب شده قوه قضاییه باید او را محاکمه کنه اگر قوه قضاییه وی را محاکمه نکرد یعنی وی پاک است آنقدر سایرین را متهم نکنیم کسی که اکنون در خیابان راه می رود یعنی گناهی ندارد مبنای حرفهای حسن روحانی اصلی در دستگاه قضایی است که با آن اصل بربراعت میگن به این معنی که تا وقتی جرم متهمی با شواهد و مدارک معتبر اثبات نشه او گناهکار شمرده نمیشه این اصل برای اینه که کسی بیگناه مجازات نشه اما بسیاران مجرمانی که هنوز دستگیر نشده یا تونستن با پاک کردن آثار جرم خود از قانون فرار کنن در اینجا حسن روحانی از مغلطه توسل به نادانی استفاده کرده بود تا دوستان و همکارانش رو تطهیر کنه. برای مقابله با این مغلطه به جای اینکه در دام اثبات یا عدم اثبات ادعای مطرح شده بیفتیم باید به طرف مقابل که به نادانی متوسل شده تا حرفش رو به کرسی بنشونه نشون بدیم که میدونیم از چه تکنیکی استفاده میکنه و اظهار جهل یک روش منطقی نیست یادمون باشه اینکه چیزی رو ندونیم یا وانمود کنیم که نمیدونیم دلیلی بر نادرستی یک ادعا نیست